تقریبا یه هفته پیش آرمین از توی بیو اینستاگرامش توضیحات تحت لیبل ترن شرقی رو برداشت و اعضای کمپانی ترن شرقی رو هم آنفالو کرد توی اینستاگرام و چیزی که داریم میبینیم توی پیجش صرفا اسم خود آرمین زارعیه و دیگه اصلا بایو خاصی نداره. از اون طرف این اتفاق یه هفته پیش افتاد و من دقیقا خاطرم هست و پیگیرش هم شدم. اتفاقا از دیروز یه خیلی از فن پیجاش، تقریبا میتونم بگم تمام فن پیجاش، یه پستی رو به صورت هماهنگ منتشر کردن که بذارین پسترم بیارم الان خودم ازش بخونم. یعنی توی بخش تگای اینستاگرام آرمین که میرین کلن اینجا، حالا اینترنت یکم چیزه، اینا هستش که یه لحظه بذارم بیارم اون پوستر رو میخوام که این بود. این پوستیه که الان عکسش رو میذارم که سوپر استار موسیقی ایران از اتمام همکاری خود با شرکت ترانه شرقی خبر داد. با خبر شدیم پس از آنفالو شدن پیج ترانه شرقی توسط آرمین زارعی، اقدامات قضایی علیه این شرکت آغاز شد. من توی این یک هفته اصلا پیگیرش بودم، پیگیر این قضیه بودم و هیچ جایی ندیدم که خود آرمین یا ترانه شرقی این پایان همکاری رو اعلام بکنن، صرفا بر اساس آنفالو کردن. الان یه سری از فن پیجا میدونم که میان میگن که خود آرمین مثلا این پوستر رو توی بعضی از فن پیجا دیدم که لایکش کرده و این لایکی به معنای تایید میتونه باشه. شاید اصلا اینکه اختلافی بین آرمین و ترانه شرقی پیش اومده اصلا قابل انکار نیست، ولی چیزی که هستش من از یک هفته پیش دارم میبینم که این اتفاق افتاده، مثلا آنفالو کرده خب، و همین اخیراً همین دو سه روز پیش آرمین کنسرت داشت، یعنی همین دیشب هم کنسرت داشت. من الان این ویدیو رو دارم 15 اردیبهشت دارم میگیرم و آرمین 13 اردیبهشت توی تبریز اگر اشتباه نکنم کنسرت داشت و توی اون کنسرت هم باز من رفتم ویدیوهاشو نگاه کردم، ویدیوهایی که مثلا فن پیجا طرفدارا گرفته بودن. توی مانیتور اون سالن بازم لیبل ترانه شرقی بود و آرمین داشت اجرا میکرد و هیچ اشاره‌ای توی اون اجراش نکرد راجع به این پایان همکاریه. ببینید پایان همکاری باید اعلام بشه، اعلام شدنش خیلی مهمه، هم از جانب اون کمپانی هم از جانب اون آرتیست، حالا چه با دعوا باشه چه با صلح و صفا باشه باید اعلام بشه. اون اعلام شدنه خیلی مهمه و اون قرار دادم تا جایی که من میدونم چیزی نیستش که مثلا یک روزه کنسل بشه یا اصلا بسته بشه، یه سلسله مراتب اداری داره که اونا باید لحاظ بشه. پس تا 13 اردیبهشت آرمین کنسرتش هم برگزار کرده. حالا یه سری گمانه‌زنی شده برای کنسرت تهران آرمین، دارم صرفا حاشیه ها رو میگم و چیزی که حالا هستش. آرمین 19 و 20 اردیبهشت توی سالن میلاد نمایشگاه تهران کنسرت داره، یعنی 4 سانس کنسرت داره و اینو ترانه شرقی گذاشته. من دقت کردم که سر کنسرت های تبریز هم آرمین خودش استوری نکرد اما توی کنسرت ها حضور داشت. این استوری نکردنه میتونه شاید دلیل بعد دلخوری آرمین از کمپانی باشه یا هر دلیل دیگه ای داشته باشه، اما خب هر کسی که یه قراردادی میبنده موظفه که یه سری اصولاش رو، یه سری چون میگم مفادش رو رعایت بکنه که احتمالا تا پایان قرارداد مثلا اجراها شاید شاملش باشن، که با اینکه آرمین برای کنسرت تبریزش هم استوری نکرد اما اونجا حضور داشت. حالا فن پیجا دارن این پستو پست میکنن، این مطلب رو پست میکنن که آرمین زارعی، این هم عکسش رو میذارم،
آرمین زاری همکاری خودش رو با شرکت ترانه شرقی قطع کرده و در کنسرت های 19 و 20 اردیبهشت ماه حضور نخواهد داشت. لازم به ذکر است به هیچ عنوان بلیتی خریداری نکنید و با بازنشر این اطلاع رسانی از سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری کنید. آرمین مسئولیتی در قبال خریداران بلیت ندارد. اینو واقعا نمیدونم که تا چه حد درسته و توی این پستایی هم که من در خصوص این مطلب دومیه این کنسرت دیدم ندیدم که آرمین هنوز لایک کرده باشه چیزی رو و خیلی اوضاع کلاً جالبی نیست وقتی همچین اتفاقی میفته. اختلاف بین کمپانی و آرتیست ها خیلی چیز شایعی اگر مثلا در جریان این اتفاقات باشین. آره الان من دارم میبینم که چیزی که هست اون قطع همکاریه رو آرمین مثلا لایک کرده توی یکی از بزرگترین فن پیجاش، ولی در خصوص این حضور نداشتنش توی کنسرت 19 و 20 واکنش نشون نداده و من احتمال میدم که این اجرا هم جز اون قرار داده باشه که حالا اگر قراردادی هم فسخ شده باشه اعلام میشه، یعنی بعد از این کنسرت هست میکنم اعلام بشه و تا این کنسرت قرارداد پا بر جا فکر میکنم باشه. من هیچ اطلاعی ندارم چون هیچ اطلاع رسانی نشده، نه از جانب خود آرمین نه از جانب کمپانی. تا اینجایی که هست این اتفاقات افتاده و از لحاظ قانونی هم گفتم که یه همچین چیزایی هستش. حالا بخوایم یکم پیازاقش رو زیاد بکنیم، به حاشیه‌ها بپردازیم. هر کمپانی موسیقی، اصلا هر تهیه کننده، یک سری خوبی داره، یک سری بدی داره، یک سری مزیت داره برای اون آرتیست، یک سری شاید چیزی که خلاف میده اون آرتیست باشه. به عنوان مثال ما شاهد بودیم که آرمین چه سکوتی داشت برای اینکه مجوز بگیره و ویدیوهاش هم فکر میکنم اگر توی اینترنت بزنید، من یادمه که اولین مصاحبه آرمین رو کامل دیدم و اصلا خودش گفته بود که خیلی از شرکت‌های موسیقی به من پیشنهاد دادند ولی در نهایت خودم تصمیم گرفتم که مثلا با ترانه شرقی کار بکنم چون که سابقه بیشتری داشته یا به دلایل دیگه‌ای که کسایی که تو این داستان هستن میدونن. خب ترانه شرقی یکم فکر می‌کنم محسن رجب‌پور اصلا رئیس اتحادیه باشه، دقیقش رو نمیدونم ولی همچین عنوانی داره، همچین سمتی داره و خب اینکه برای آرمین اون زمان حداقل بتونه مجوز بگیره به نظرم کار آسونی نبود و این خوبی رو داشته برای آرمین که شاید نسبت به بقیه همکارانش زودتر بتونه، همکاران غیر مجازش زودتر بتونه روی استیج بیاد و توی این فکر میکنم 3 سال شد از مجوز آرمین، 3 یا 4 سال و 2 سالش رو که داره کنسرت برگزار میکنه. توی این 2 سال کنسرت های زیادی برگزار شد، اما یه نقدی که من خودم مثلا داشتم برای ترانه شرقی، من خیلی دوست داشتم که آرمین هم مثل خیلی دیگه از آرتیست ها کنسرت های برومرزی داشته باشه. همونجوری که میدونیم استعدادش هم داره، یعنی قطعا اگر چه میدونم آرمین توی ترکیه یا دبی کنسرت میذاشت میترکوند، ولی این اتفاق نیفتاد براش و تمام کنسرتاش داخل کشور بودن. حالا شاید دلایلی داشته که ما در جریانش نیستیم. این تا همینجا باشه بچه ها، چون اطلاعات بیشتری منتشر نشده و ما هیچی نمیدونیم و صرفا همه چی توی حدس و گمانه. یه کامنتی هم که توی بلیت فروشی هنر تیکت متعلق به ترانه شرقیه که بلیت های 19 و 20 اردیبهشت کنسرت آرمین رو داره میفروشه، یکی از هواداره آرمین اومده بود کامنت گذاشته بود که الان خب این قطع همکاری شده و ما مثلا آنفالو کرده، تکلیف مایی که میخواییم این بلیت رو بگیریم چیه؟ آیا کنسرت برگزار میشه یا نه؟
که ترن شرقی اومده بود کامنت گذاشته بود که مشکل درون خانوادگی به زودی اطلاع رسانی میشه و مانعی نداره شما میتونید بلیتتون رو تهیه کنید. خب قاعدتا اگر حتی بر فرض 0.01% این کنسرت هم برگزار نشه پولش عدد داده میشه، چون که کنسرتی برگزار نشده، ولی فکر نمی کنم که همچنین اتفاقی بیفته، به همون دلیلی که کنسرت تبریز برگزار شد و خود آرمین شاید مثلا اطلاع رسانی نکرد. اینا رو داشته باشید. خیلی چاکریم، دمتون گرم. حالا توی اولین فرصت که این خبره آپدیت شد من میام دوباره یه ویدیو دیگه میسازم. من تا امروز هم صبر کردم که شاید یه آپدیتی بدم برای این خبره، یه اطلاع رسانی موثقی انجام بشه، چون خود دو طرف هنوز هیچ اعلامی نکردن و این دو طرف هن که اعلام رسمی باید بکنن که این خبر موثق بشه. خیلی چکرین، نظرتون رو بنویسین توی کامنت ها. حالا توی ویدئوی بعدی هم آپدیت خبر بیاد در مورد صحبت میکنیم. همین که اگر قرارداد آرمین واقعا با مثلا ترانه شرقی فسخ بشه چه اتفاقی میفته، آینده آرمین قراره چه اتفاقی براش بیفته، مجوزش چی میشه و همه اینا رو در موردش صحبت میکنیم. همین، خیلی چکریم.